دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید، رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر همه عاشقان ایران آریایی. امروز نهم آبان، زادروز اعلی حضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، شاهنشاه ایران زمین، پادشاه کشورمان، وارث تاج و تخت، تنها امید واقعی ملت به گروگان گرفته شده ایران است که از سوی ملت بزرگ ایران، از سوی همه عاشقان پهلویسم، از سوی همه میهن پرستان راستین، پیشگاه اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، این روز خجسته رو، این روز فرخنده رو از صمیم قلب شادباش عرض میکنم و برای شاهنشاه ایران زمین، برای وارث تاج و تخت آرزوی سلامتی، طول عمر از اهورامزدا خواهانیم
و بی نهایت سپاسگزاریم از زحمات پادشاه کشورمون که در طول این 14 از زمانی که اعلیحضرت در مصر اعلام پادشاهی کردند، سوگند به پادشاهی یاد کردند، تا امروز ملت ایران رو تنها نگذاشتند، در کنار ملت ایران بودند، هستند و به همه ما دلگرمی دادند، به همه ما دلگرمی میدن. وجود نازنین ایشون، وجود عزیز ایشون باعث شد که ما همچنان در میدان بمانیم محکم استوار. به همه ما درس ایستادگی، مقاومت، پایداری، مبارزه یاد دادن. علازت و بینایت سپاسگزاریم از زحماتتون. اینقدر من پیام دارم از در طول این 3 روز اخیر که دلها خیلی پره که من پیام ها رو به گوش علازت برسونم، ولی به طور خلاصه و کلی پیشگاه علازت عرض میکنم که مردم ایران نادم، پشیمان، به ویژه این نسل جوان که برای من می نویسن آقای احمدی تو رو خدا به علازت بفرمایید که ما شما رو بر می گردونیم، ما مثل پدرانمون نیستیم. و من در جواب همه یه تکسی که به حالت دیگه کپی برای همه بچه ها می فرستادم به این مضمون بود که علازت خودشون مطلع هستن، می دانن و مطمئن باشید که پادشاهتون و پادشاهمون به ایران بر می گردن، به زودی هم بر می گردن، مطمئن باشید بچه ها. و این ما هستیم که باید شاهمون رو به ایران برگردونیم. که حالا در از روز دوشنبه راجع به خیلی مسائل با هم گفتگو خواهیم کرد. به هر حال سپاس اهورامزدا رو که رضا شاه بزرگ رو به ما داد، سپاس اهورامزدا که آریامهر بزرگ رو به ما هدیه کرد، سپاس اهورامزدا رو که پشتیبان سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم هست، و سپاس از اهورامزدا که همچنان ایران ما رو با تمام مشکلاتی که داریم، با تمام گرفتاریایی که داریم، همچنان سایه مهر اهورامزدا بر سر ایران ماست. علازت و بازم سپاسگزاریم از زحماتتون. من همیشه در چنین روزی که خوشبختانه همیشه افتخار داشتم از یک طریقی از سوی همه بچه های میانفرست که این اجازه رو به من دادن کتبن و صوتی و تصویری که من از سوی یک بخشی از میانفرستان در 9 آبان همیشه عرض کردم پیشگاه پادشاه عزیز کشورمون که علازت ها ما عاشقان پهلوی، ما شاه پرست ها، ما شاه دوست ها، ما مشروط خواهان واقعی، ما میهن پرستان راستین که نه چشم به دنبال پول داریم، نه چشم به جاه و مقام دوختیم، نه دنبال پستیم، نه دنبال هیچی نیستیم جز آزادی کشورمون و بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی. یک بار دیگر به مانند این سالهای بسیار تلخ و زجرآور، پیوند ناگسستنی عاشقان پهلوی رو با پادشاه ایران زمین اعلی حضرت سیروس پهلوی سوم شاهنشاه ایران زمین، پادشاه عزیزمون، وارث تاج و تخت، نوه بنیانگذار پهلوی سلسله پهلوی رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، خدای نخست ایران و فرزند آریامهر بزرگ، خدای دوم ایران، راستی خدایگان، فرزند اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی، نخستین ملکه ایران
واقعا ملکه مشرق زمین پس از حمله تازیان، ما پیوند ناگسستنی خودمون رو بار دیگه اعلام میکنیم. علی‌حضرت ما پشت سر شاهنشاه کشورمون به مانند سرباز ایستادیم، نه در کنارتون که خدای ناخواسته یک سر سوزن بخوایم جلو بریم، پشت سر علی‌حضرت ایستادیم، محکم هم ایستادیم و شعارمون همونی بوده که پدرانمون به ما یاد دادن: خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدن خود روزگار بهی. این رو فردوسی بزرگ به ما به یادگار گذاشت، به همه ما نصیحت کرد: و هرگاه که به راستی تخت ایران ز شاهان تهی شد، هیچ کس روزگار بهی به خودش ندید. علی‌حضرت ببخشید اگر از سوی ما قصوری سر زده، کمکاری بوده، اشتباهی بوده، اشتباهی گفتیم، اشتباه کردیم. در حال هر سال سعی میکنیم، هر روز سعی میکنیم که بهتر بشیم، بهتر یاد بگیریم، بیشتر فرامین شما رو یاد بگیریم، بیشتر بفهمیم فرمایشات شما رو. تمام سعی و کوشش ما این هستش که اون راهی رو که رضا شاه بزرگ، بنیانگذار دودمان پر افتخار پهلوی، آغاز کردن و آریامهر بزرگ این راه رو هموار کردن، ما همچنان در این مسیر باقی بمونیم. مسیری که در دو جمله که اساسنامه پهلوی هست، یعنی ناسیونالیسم، میهن پرستی و پیش به سوی دروازه های تمدن، یعنی ترقی، پیشرفت، آسایش، آرامش، و به عبارتی به گفته ایرانیان پیش از حمله تازیان، فرهنگی که از پدران ما به ارث رسید و با حمله تازیان به دست فراموشی رفت و پهلوی این فرهنگ رو مجدداً اومد احیا کرد، زنده کرد، ما نیز به دنبال همان فرهنگ پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک راه پدرانمون رو خواهیم رفت. امیدواریم که بتونیم سربازان لایق و شایسته‌ای باشیم و یک بار دیگه قول شرافتمندانه میدیم به مانند یک سرباز و نه بیشتر، چون همه ما سربازیم. همچنین خود علی‌حضرت هم فرمودید که من هم یک سربازم. ما به عنوان سربازان مام میهن، ایران آریاییمون رو از اشغال تازیان، اشغال مجدد تازیان نجات خواهیم داد و یک بار دیگر سایه پر افتخار شاهنشاهی اون کشور رو گسترده تر میکنیم به روی فلات ایران، نه فقط کشور ایران، و اون آریانای بزرگ رو احیا خواهیم کرد. علی‌حضرت گفتنی ها بسیار زیاده، درد دل ها زیاده، منتها روز نهم آبان فقط باید به عشق به ایران، عشق به پادشاه، با همین جملاتی که به عقلم رسید این روز خجسته رو به شما شاهنشاه ایران زمین تبریک بگم و امیدوارم که بتوانم در برنامه‌های آینده به صورت به عنوان یک سرباز با جناب عالی در این لحظات بسیار بسیار بحرانی کشورمان که حضرت عالی بهتر از همه ما مطلع هستی، در مورد کشورمان از سوی میهن پرستان منم این اجازه رو داشته باشم، چون متاسفانه راه دیگری نیست، وسیله دیگری نیست، از طریق این سنگر، تنها سنگر باقی مانده برای مشروط خواهان، در هفته های آینده درد دلهایی رو که در طول 4 دهه در
دل همه ما هست، روح ما رو نمیگم آزرده کرده یا خسته کرده، چون سرباز نه آزرده میشه نه خسته میشه، و نمیگم هم غمگینمون کرده، چون سرباز هیچ وقت نباید غمگین بشه، ولی ما رو مشغول کرده، افکار ما رو کمی مشغول کرده با شاهنشاه ایران. طبیعتاً با کسب اجازه از حضور جناب عالی مطرح خواهیم کرد و بیشک و تردید مطمئن هستم که عرایض این سرباز به پیشگاه اعلیحضرت توسط دوستان خواهد رسید. اما خانم ها آقایون، همینان عزیز، برنامه با نیم ساعت تاخیر شروع شد به دلیل اشکال فنی که بود. من یه دو دقیقه راجع به این اشکال فنی صحبت کنم. میدونم الان جاش نیست، ولی حقیقتش چاره ای نیست. تکنیک وقتی دچار اشکال میشه، انسان مقصر نیست. یه مرتبه برق میره، آتش سوزی میشه، زلزله میشه، طوفان میشه، اونم در ایالت کالیفرنیا که آتش سوزی و طوفان اصلا دیگه کار بسیار نرمالیه، مثل زمین لرزه که در مناطق خودمون و ترکیه و اینا میاد، که دیدید امروز زمین لرزه ای که آمد. طبیعتا وقتی که این اتفاق بیفته، یک لحظه همه چی قطع میشه، یا صفحه کاملا سیاه میشه، یا یک مرتبه همین الان که من دارم حرف میزنم، یک مرتبه و همین حالت استوب اینطوری میمونه. اون لحظه مهم نیست چه تصویری روی صفحه تلویزیونه. یکی از همیهنانی که دارن برنامه سازن گفتگو میکنن، آهنگ داره پخش میشه، یک مرتبه یک تصویری از اعلیحضرت داره پخش میشه، و این وقتی فریز بشه، شده تا آقای وطنخواه مطلع بشن، چون این اتفاق مثلا یک بعد از نصف شب لس آنجلس میفته، کسی توی دفتر نیست، و این برنامه اتوماتوار تکرار میشه و چه تا مطلع بشن و آقای مهندس سیاوش اطلاع داده بشه و ایشون مثلا 4 صبح 5 صبح یک بعد از نصف شب بخواد از منزلش باشه بیاد تلویزیون و چه این یک 3-4 ساعتی طول میکشه. من میفهمم احساسات شما رو درک میکنم که آخو چی شده، چه اتفاقی افتاده. خواهش میکنم وقتی میخواید یه خبری رو به من برسونی، که امروز متاسفانه چند تاتون بسیار 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 نمیدونم از چه جمله استفاده کنم، بخوام بگم بعد خب بهتون بر میخوره، بگم خیلی بی منطق بازم بهتون بر میخوره، نه که من برام مهم باشه به شما بر میخوره، ولی یه مقداری با دقت خبر رو بدید و کمی هم آرامش خودتون رو حفظ کنید. اتفاق میفته، 7 ساعت 8 ساعت باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. من ممنونم از اینکه به من خبر دادید، و بر حسب تصادف من امروز وقت صبحونه یه مقداری دیر شروع کردم، به دلیل که خیلی کار بود، تعداد بچه هم کم بود، خیلی دیگه خسته شدم، گفتم نه یه روبی من باید اصلا برم بیرون از این محوطه، با اینکه هوا هم بسیار بد بود، ولی برم یه ذره هوای تازه استشمام بکنم، یه چایی بنوشم. طبق معمول که کانال رو تلفنم رو کنترل کردم، دیدم اینقدر خبر برای من اومده، آقای احمدی عکسی از اعلیحضرت رو صفحه است، ایشون خوابیده. خب شما یه دقیقه این حرف رو گوش کنید، یک عکس از اعلیحضرت، یک تصویری از اعلیحضرت رو صفحه است، ایشون خوابیده. من در اون فشار کار اینو چجوری باید برای خودم ترجمه کنم؟ یه عکس از شاهزاده رضا پهلوی یا از اعلیحضرت روی تصویر تلویزیون ایران آریایی، ایشون خوابیده، و من دسترسی به هیچ کس هم ندارم، چون وقت من با لس آنجلس، وقتی ساعت رو نگاه میکنم میبینم یک بعد از نصف شب، من یک بعد از نصف شب زنگ میزنم بگم آقای وطنخواه ببخشید یه عکسی از اعلیحضرت الان رو صفحه تلویزیون که ایشون خوابیده، و وقتی که خودم به اینترنت رجوع میکنم که ایران آریایی رو خودم کنترل کنم، میبینم اینترنت به اصطلاح که میزنه لایو که ما روش کلیک میکنیم که تلویزیون ببینیم، اونم کار نمیکنه. فهمیدم خب طبق معمول اشکال فنی.
با یکی دوتا از همرزمان تماس گرفتم، خیلی هم ازتون سپاسگزارم. بچهای آلمان خیلی هم سریع کار کردن، گفتم تلویزیون روشن کن چی میبینی؟ گفت این صفحه اینطوری میبینم. گفتم خب خیلی فریز شد. در حال ممنونم از احساساتتون، سپاسگزارم از توجهتون، مرسی از اینکه خبر میدی، ولی خواهش میکنم دفعه بعد یه مقداری فکر منم بکنید. من 20 سالم دیگه نیست، استرس من از همه شما اگه بیشتر نباشه کمترم نیست. خیلی هم ازتون ممنون. از این لحظه به بعد، البته بعد از اینکه من از جناب مهندس سیاوش گرامی خواهش کنم که شماره 1 رو ترانه به یاد ماندنی استاد عزیز، ما همیشه با آقایون میگیم استاد، استاد مهستی، بانوی بیبدیل موسیقی اصیل و موسیقی سنتی کشورمون و حتی جاز، روان شاد که همیشه هست برای ما و اثری از خودش به جا گذاشت، ضمن تشکر از استاد ترانه سرای نامی کشورمون، شاعر آقای همایون هوشیار نژاد، آهنگساز عزیز کشورمون استاد حسن شمعی زاده، با تنظیم آقای شهریار، اگر اشتباه نکنم اسم ایشون رو اشتباه نگم، یا شهریار، و نظارت زنده یاد استاد رضا فاضلی و صدای بی‌نظیر استاد بی‌بدیل موسیقی سنتی، موسیقی اصیل، موسیقی جاز و خواننده خوشنام و خوشآواز کشورمون مهستی عزیز، که روان خودش و خواهر گرامیش هایده عزیز شاد، که این اثر زیبا رو برای همیشه در تاریخ ایران به ثبت رسوند. بعد از پخش این ترانه که هممون با هم نگاه بکنیم به مناسبت تولد پادشاه عزیز کشورمون، خط تلفن ها بازه و شما همیانان عزیز میتونید روی خط بیاید. فقط به چند نکته خواهش میکنم ازتون، استدعا میکنم، تمنا میکنم، عاجزانه توجه بفرمایید. نخست اینکه من یک پرسشی مطرح میکنم، میدونم طبیعی است روز تولد، همه میخوایم ابراز احساسات بکنیم، تولد و تبریک بگیم، هیچ بحثی هم توش نیست، هیچ مخالفتی هم نیست. اگر براتون امکان داره یه مقداری از این گفتن این احساسات رو کم بکنید تا بتونیم به پرسشی که من مطرح میکنم بپردازیم، خیلی برام مهمه و شما منو کمک کنید در این راه. و اگرم عقیده‌ای، نظری دارید راجع به مسئله انتخاباتی که در امریکا، یعنی ایرانیان مقیم امریکا که روی خط میایید، مقصودم نه ایرانیان داخل کشور یا اروپا یا کانادا، نظری هم دارید راجع به انتخابات، چون بدون تعارف بهتون بگم مسئله انتخاباتی که چند روز دیگه در امریکا خواهد بود، چه ما باور کنیم چه نکنیم، چه تعارف بکنیم چه نکنیم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه قبول کنیم چه نکنیم، چه بخوایم بازگو کنیم چه بخوایم نکنیم، این انتخابات نه تنها در ایالات متحده امریکا، اروپا، کل کره زمین روز میلاد رضا پهلوی. رضا پهلوی بچه مولوی، وارث تاج و تخت خسروی، انتظارمون روز شاهیت، سرفرازیمون پادشاهیت.
جای قرب شادی میخواد کنار تو تو شهر عشق یه پارچه آبادی میخواد در این لحظات عزیز، در این لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشورمان، مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت. دوباره می‌سازیم وطن. یعنی باید دخالت بکنم، منم میام و گفتگو می‌کنم. در غیر این صورت من نشستم و فرمایشات شما عزیزان رو گوش میکنم. پرسش خیلی ساده است. در این روز نهم آبان، زادروز پادشاه کشورمون رضا شاه دوم، پهلوی سوم، چه انتظاری از پادشاه مملکت دارید؟ پرسش خیلی ساده است. انتظار شما ایرانیان از پادشاه کشورتون در این لحظات چیست؟ من در خدمتتونم جناب مهندس، خواهش میکنم از حضورتون. شما میتون میخوان زادروز رضا شاه دوم وارث تاج و تخت پادشاهی ایران و رضا شاه دوم و شهبانوی ایران و ملت ایران تبریک میگم. ملت ایران به پشتیبانی رضا شاه دوم، این ملت، این رژیم تبهکار رو باید پایین بکشه و من یکی به سهم خودم رضا شاه دوم رو روی مژه چشمم میذارم و به ایران میبرم. سپاس از شما، خیلی متشکرم، لطف محبت کردی. زنده باشی. آرزو دارم که در بهترین موقعیت ها جناب احمدی ببینم. من جنتار رضا شاه دوم هستم و شهبانو عزیز و ملکه یاسمین قربان شما.
ایران ما پس میگیریم به پشتیبانی رضا شاه دوم. سپاس، لطف کردید، ممنون. روز تولد شاهنشاه کوروش دوم، پهلوی سوم، خجسته باد و بر همه ایرانیان مبارک باشه. به شهبانوی عزیز و خاندان جلیل سلطنت شادباش میگویم. تندرستی، پایندگی شاهنشاه شهبانو و همه ایران را خدا آرزو میکنم و همچنین جاوید باد جناب احمدی جاوید شاه، پاینده ایران، برقرار پرچم سرنگ ایران، و امیدوارم دونالد ترامپ هم برنده این انتخابات بشه. ممنون از زحمات همگی، خدا نگهدار. سپاس، سپاس از شما، لطف کردید، ممنونم. رادروز شاهزاده عزیز ما رضا پهلوی رضا شاه دوم را به خاندان گراقدر پهلوی و ملت ایران شادباش میگویم. متشکرم. آقای سیاوش. بله بفرمایید. آقای سیاوش لطف کنید دست گلی رو که مثل اون دفعه بود اگر بتونید روی صفحه بزنید. الو. تو پخش میشه صحبت کنید. منم. متشکرم. الو. بفرمایید صحبت کنید، صداتون رو میشنوم. بفرمایید. سلام. درود بر شما. درود بر شما. جناب آقای احمدی حالتون خوبه؟ قربون شما، خیلی ممنونم. متشکرم قربان. من خیلی خوشحالم از اینکه چهره نازنین شما رو میبینم و من میخواستم به عرضتون برسونم تولد دردانه یکتای ایران، ایران زمین، رضا شاه دوم به تمام ملت آریایی ایران و به خانواده بزرگوارشون تبریک عرض میکنم و ضمناً میخواستم از زحمات شما جناب آقای احمدی تشکر کنم، به ویژه از آریان وطن خواه. متشکرم. سپاس، خیلی ممنون، لطف کردید، ممنونیم. یگانه باشید، پاینده باشید. سپاس از شما. متشکرم، قربان شما. نوبت من میرسه. بله، صحبت کنید. جناب احمدی جانم، به شما درود میفرستم. درود بر شما. پادشاه عزیز منوبری، من از ایران زنگ میزنم. رضاشاه دوم، پهلوی سوم با به همه هممیهنان، به همه انسانهایی که عاشقانه خانواده پهلوی را دوست دارند تبریک و تهنیت میگم و از خداوند آرزوی سلامتی برای شاهزاده عزیز و مادر عزیزش آرزو میکنم. برای شهبانوی عزیز آرزوی سلامتی میکنم. آقای احمدی، من به شما ارادت فوق العاده دارم، پسر عزیز من هستی، برای شما احترام زیاد قائلم. خاطر این که وطن پرستی. لطف دارید، خیلی ازتون ممنونم، دست شما رو میبوسم مادر گرامی، خیلی ازتون ممنونم. بانوی عزیز، آقای احمدی، من عاشقانه همه این ارگان هر کی کار میکنه عاشقانه میپرستم. جناب آقای وطن خواه واقعا این کانال رو در اختیار ما گذاشته که بتونیم واقعا هر تومونو بزنیم. درود به شاه زاده عزیز پهلوی سوم و درود میفرستم بی پایان به شهبانوی گلم. با اجازه شما خدا نگهدار. زنده باشید، سپاس از شما، لطف محبت کردید، پایدار باشید. خیلی ممنون. آقای مهندس، مرسی.
احمدی، اول میخوام درود بفرستم به روان پاک پدر مادر شما که سپاس از شما آقای آرش گل و بانو منیژه گرامی، لطف کردید، ممنون از شما. درود بر شما. اگر از خارج از کشور هست شما بتونید من زنگ بزنید. با آقای احمدی صحبت کنید. بله منم. بله بفرمایید. درود بر شما. درود بر سرباز وطنم آقای رضا احمدی. درود بر شما. ما در ایران زمین یک ایران منتظر که شما قدم مبارکتون رو بذارید تو خاک ایران. ای مادر عزیز، تولد شاهزاده عزیزم رو به شما و خانوادهشون تبریک عرض میکنم. ای ملت ایران، تولد شاهزاده عزیزمون را به همه شما تبریک عرض میکنم. و روحت شاد رضا شاه، روحت شاد اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی. و تمام دنیا امیدوارم این صدا به تمام دنیا برسه، مخصوصا به عجوزه انگلیس، به کوری چشم تو، به کوری چشم دشمنان شاهزاده رضا پهلوی، به کوری چشم خاندان پهلوی. ما شاهزاده رو بلاخره و آدمان شاهزاده جاش تو ایرانه. شما چه بخواهی چه نخواهی شاهزاده جاش تو ایران. شاهزاده عزیز تولدت مبارک، رضا شاه روحت شد که همچی نویی داری. درود بر آقای احمدی، درود بر آقای وطنخوا. سپاس از زحمت شما که واقعا شما داریم به دنیای مافیا داریم می جایی. خدا فقط بهتون کمک کن. مرد بر علی خامنه ای. سپاس از شما. الو بفرمایید. درود بر سرباز ایران زمین آقای رضا احمدی. درود بر شما سرخاخم. سر روز تولد شهریار ایران زمین شاهزاده رضا پهلوی، فرزند نیک سرشت ملت ایران را
تبریک و شادباش میگویم و ملت ایران در انتظار شهریار ایران و خانواده ایران ساز پهلوی هستند. جاوید شاه تنها راه حل ملت ایران با شاهزاده رضا پهلوی هست و گشوده می شود. درود بر رضا پهلوی، پهلوی و رضا شاه دوم و پهلوی سوم. متشکرم. سپاس، لطف کردید، خیلی ممنون. خواهش میکنم. صدا تو پخش میشه صحبت بفرمایید. صحبت بله بفرمایید. درود بر شما، درود بر آقای رضا احمدی، درود بر شما شاهزاده بسیار گرامی، درود بر همایون هوشیار نژاد که گفت رضا پهلوی بچه مولوی. این شهبانی گرامی ما تمام تهران بیمارستان‌های بزرگ رو بکر رب در جنوب شهر تهران در بیمارستان که در مولوی بود شاهزاده ما رو به دنیا آورد که این زنی شاهزاده گرامی و دوست داشتنی هست. من درود می‌فرستم به شما آقای احمدی و درود شاهزاده رو بکنیم در ایران ببینیم. من عمر داشته باشم بتونم بیام در ایران و شاهزاده گرام رو از نزدیک ببوسم. زنده باش آقای توکلی عزیز، سرباز میهن که هیچ وقت ما زحمات شما رو فراموش نمی کنیم که بنیاد نخستین رادیوی رو شما گذاشتید و 30 سال زحمت کشیدید برای ملت ایران و من افتخار داشتم در اون رادیو روزهای پنجشنبه 8 تا 9 شب به وقت آلمان صحبت کردم و شما واقعا به گردن من خیلی حق دارید، استاد من هستید. خیلی هم از زحمات شما سپاسگزارم آقای توکلی، بسیار بسیار عزیز و دوست داشتنی. من وظیفه میانیم رو انجام دارم، درود من رو به مهندس نوزر هم برسون. چشم چشم، حتما حتما. درود به شما، صحبت کنی صدا تو پخش میشه. با منی؟ بله بله. با درود سپاس به آقای احمدی، واقعا زحمت میکشن. درود به شما، واقعا درود. خواستم خدمت رو ارز کنم که من خب تولد شاهزاده عزیزمون رو از صمیم دل به مادر گرامیشون، به همه خانوادهشون تبریک بگم و به همه ملت ایران درود سپاس دارم. آقای احمدی واقعا هم شما زحمت میکشید، دست به درد نکنه. واقعا با اهریمن هم اینا آخوندها، واقعا اینا یه موجود کثیف هستن. ملت ایران به این تلویزیون آریای خواهشن، من تمنا میکنم فقط کنیم تا ما بتونیم شاهزاده عزیز ما که همه از صمیم دل و قلبشون دوست دارن، چون قلب پاکی داره و بسیار استعداد و تبحر دارن شاهزاده عزیز، فقط فرماندهی ما رو بذاریم به ایشون انجام بدن. آقای احمدی واقعا از شما خیلی تشکر میکنم، اینقدر زحمت میکشید. و آقای آریان هم من سپاس رو تقدیر میکنم به همه کارکنان این تلویزیون. متشکرم، روز سپاس به همه خانواده شاهزاده و همه میهن پرستان. قربون شما، لطف و محبت دارید، ما زحمت نمیکشیم، انجام وظیفه میکنیم، زحمت و بچه ها تو ایران میکشن. خیلی ازت ممنونم، لطف و محبت دارید. این آقای سپاسگزارم. قربونتون برم، خدا حافظ. شما صحبت کنید، درود بر شما، درود بر تمام کارکنان، بخصوص این آقای احمدی که من میمیرم براش، این از آقای احمدی. ولی تولد شاهزادمون شاهمونه، شاهزاده دیگه نیستن، ایشون شاهن. تولد شاهمونو به خاندانشون، به شهبانوی عزیزم، به تمام ملت میهن پرست ایران تبریک میگم. ولی من یه سایتی رو دیدم یه روز پیش که دیدم آقای شاهمون گفتن که من روزی تولدمه که ملتم گرسنه. درست حرف شاهنشاهمون رو زدم.
ملتم گرسنه نباشه، ملتم خوش باشه، ملتم. و اما جواب شما نازنین آقای احمدی، ما دیگه چه توقعی میتونیم از شاهزاده داشته باشیم بعد از 42 سال که این همه تمام وقتشونو صرف ملت ایران کردن؟ دیگه چه توقعی؟ فقط مگر این که من و تو ما بشیم. تا ما نشیم چجوری؟ یه نفر زمان قدیم نیستش که تاجو میذاشتن وسط دوتا شیر یا از گرد بره در بیاره. بابا الان قانون دنیا عوض شده، فقط شما ها باید بکنید. ای کسانی که تو خونه ها نشستین، به بچه هاتون هم رحم نمی کنین، نمی پیوندین، نمی دونین چه عاقبتی اگر شما ها واقعا شاهزاده رو نبرین. چون ایرانی ها باید ببرن، ایشون که تک نفری نمی تونن برن که، باید ایش اینا ببرن. ای کسانی که نشستین، ممکنه هیچ کاری نتونین بکنین، ترس جونتون و فلا، پول که می تونین کمک کنین به احتسابیون، به این بیچاره های که نون شب ندارن، اقلا لاقل اونا بیان تو خیابون. زمان خمینی گور به گوری هم همین کارو کردن، تمام بازاری های نامرد نالوتی پول دادن، عاقبت هم همون آقای دستمالچی که خیلی پول داده بود کشتنش. من عزیزم 41 سال انتظار دارم، من البته 43 ساله، چون من پیش از انقلاب ضد اینا بودم بعدا، ولی انتظار دارم ملت بلند شن شاهمون رو ببرن. دیگه همه چشمشون سفید شد، شاهمون خسته شد، شاهمون خسته شد. بذارین اقلا یه چیزی بگیره. خداحافظ شما، قربون شما. با آرزوی بهترینا برای شاهم، امیدوارم که زنده باشم 120 سال. و در ضمن تمنایی که از ایشون دارم این هستش که هر کاری که دارن میکنن، من به اون ایمان دارم و امیدوارم روزی بشه که ما شاهد اینو دوباره مردم ایران تجربه میکنن. و درود به روح روان شما آقای احمدی، پدر مادر شما که همچین فرزند دلیر و جانبرکفی رو به ما هدیه دادن. ممنون شما، خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. هم در ضمن زادروز شما رو هم بدونم اگر ممکنه. جانم؟ زادروز شما رو هم میخواستم بدونم. حالا ایشالا اومدم ایران میام خدمتون با چیک، میگم امروز زادروز منه. حال گذشته انشالله که امیدوارم زنده باشن 120 سال حکومت و فرمان روایی و شاهنشاهی رو در ایران ما تجربه بکنیم. و انشالله که اون شهبانوی عزیزمون با اون غمی که رو دلشه چطور محکم پشت بچه ها و نوه هاشون ایستاده. انشالله روزی که به زودی برن و این غم ها از دلشون پاک بشه. درود بر همه خاندان پهلوی. سپاس از شما، لطف و محبت کردی. درود به شما، صحبت کنی صداتون پخش. آقای احمدی روز شما بخیر، ممنونم از برنامه خوبتون. رضا شاه دوم، ایشون ولیعت نیستن، رضا شاه دوم، روح پدرشون شاد، اولیا حضرت چه فرزندی تحویل ما داد. آقای عزیز، آقای احمدی، شما بهتر میدونید تقسیم کردین. من یک سنوان بی سوادم، ولی دوره اعلی حضرت کارگرای و ساختمون چلو کباب میخوردن. الان به عزیزای ما میگن استخون بخورین، استخون باید بره تو خونه خامنه ای. نه بچه های ما، عزیز من دستش بسته بودن به تیر کلاغ و چقدر دادن کشتنه. عزیزای ما رو دارم رضا شاه دوم در پاکیز قربونت برم. این کانال همیشه پشتیبان شما. آقای احمدی بالاترین برنامه رو همیشه داره، همه من به وجودش افتخار میکنیم. واقعا ملت ایران منتظر شما. چرا از جای ما رو نجات نمیدیم؟ چقدر میکشن، چقدر. ببین
درست میشه، همه چی درست میشه، درست میشه، ناراحت نشید، روز تولد اعلیحضرت، ناراحت نشید، همه چی درست بخشیدم. مادر صد بیست سال بشی الهی عزیز دلم، صد بیست سال با افتخار زندگی کنی مثل پدر تاج دارت، که خدا نگه دارت. درود به شما، صحبت کنید، صدا تو پخش میشه. بله، درود بر شما جناب آقای رضا احمدی، سرباز وطن، عاشق پهلوی است و عاشق وطن و جناب آقای وطن خواب، بنیانگذار تلویزیون جهانی ایران آریایی و تمام بزرگواران ایرانی جهانی. داد روز تولد کوروش بزرگ، اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، وارث تاج و تخت ایران را به پیشگاه ملکه ایران زمین فرح پهلوی مادرمان و ملکه یاسمین و خاندان جلیل سلطنت پهلوی و شما عزیزان وطن پرست و عاشقان پهلوی است تلویزیون جهانی ایران آریایی تبریک عرض می‌کنم. با آرزوی ورود شاهنشاه قانونی ما به ایران و شهبانوی ما و خاندان جلیل سلطنت پهلوی، امیدواریم چراغ غبار گرفته کاخ رو شهبانو مادر ایران زمین مادرمون روشن کنن. جاوید چا پاینده ایران، خدا رحمت کنه آقای جناب آقای رضا احمدی که خیلی دوستتون داریم، پدر مادر گرامی شما رو که چنین فرزندی واقعا شجاع، دلیر، همه چی تمام، نمیدونم چی بگم، همه خوبی ها در وجود شما واقعا هستش، خدا رحمتشون کنه. زنده باشید، خیلی ممنونم از لطف و محبت دارم. شاهنشاه دوستتون داریم و واقعا میخواییم ازتون، میخواییم به مملکت برگردید، ایران رو نجات بدین از دست این اهریمنا و مردم عاشقتون هستن، برگردین واقعا به مردم واقعا منتظرتونن، چشم انتظارتونن، دوستتون داریم شاهنشاه، دوستتون داریم قربونتون برم. زنده باشه، سپاس از شما، لطف کردید، ممنونی. درود به شما، صداتون پخش میشه، صحبت کنید. درود بر شما همیهنان عزیز و درود خیلی بیشه برای آقای احمدی سرباز ایران. درود بر شما. درود اعلیحضرت همایون رضا شاه دوم رو تبریک گفته باشم و دوست دارم که اون یک سری از همیهنان عزیز که در داخل ایران هستند و آرزو میکنن که بیان روی این خط، از طرف اونها هم این نمایندگی رو داشته باشد که به رضا شاه دوم تبریک بگم. انشالله درد و بلای پهلوی امشب بخوره تو سر خامنه ای، این از ته دل گفتم، آرزو بر ما عیب نیست. دیگه عرض دیگه رو ندارم. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. سپاس از شما، لطف کردید. صحبت کنی، صدا تو پخش میشه. بله، میخواستم از این تریبون استفاده کنم و تبریک تولد اعلیحضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم، شاهنشاه ایران رو تبریک و تهنیت گفته و برای ایشون و خانواده عزیز، محترم و بزرگوار پهلوی آرزوی سلامتی و تندرستی دارم از اهورامزده ایران زمین و امیدوارم که ایشون به سرزمین کهنشون اهورایی برگردن و که قلبا دوستش دارن و واقعا آرزوشون همینه، آرزوی این خانواده بزرگ همینه که جایگاهشون در ایرانه و امیدوارم که تولدشون با خوشی و خوبی در ایران برگزار بشه در آینده خیلی خیلی نزدیک و تاج پادشاهی زیبا رو بستر نمایند. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه و انتظار من از شاهنشاهمون اینه که مقاومت کنن، سلامتی خودشونو نگه دارن، تندرستیشونو و مردم ایران هستن که ایشون رو به خاک و سرزمین و زادگاهشون برگردونن. همین، خیلی متشکرم، خدا نگهدار، درود و بدرود. خدا سپاس، لطف کردید، خیلی ممنون. درود
بفرمایید صحبت کنید صدا کنید. با من هستیم؟ بله بله با شما هستیم. با درود فراوان به رضا احمدی و تولد درود بر شما ولی احسا تبریک میگم تا از شیکاگو برنامه گذاشته بودیم روز تولد ولیعهد رو جشن میگیریم. من یک گله دارم از پینش پژوه، آقای پینش پژوه که خواننده وقتی خوندن به اندازه 1500 نفر همه داد زدن هورا هورا، نمیتونست بعد از هورا گفتن بگه که پس به همه بگین رضا شاه جاوید شاه، رضا شاه جاوید شاه. اینو من گله دارم از آقای پژوهش دینش پژوه و خواننده های دیگه، مخصوصا آقای بینش فجو. خیلی خیلی محکم از کورش خوندن. بازم تولد ولی از بگویم تولد خودم بار محمد رضا شاه یکی چهار آبان ما جشن بزرگی گرفتیم اینجا. تشکر از کارکنان ایران تیوی ایران آریایی. قربان شما. بدرود. سپاس از شما. درود به شما. صحبت کنید صداتون پخش میشه. بله بله بفرمایید. درود به شما، صحبت کنید صداتون پخش میشه. درود بر شما. جاوید شاه، جاوید شاه. دادروز تولد سیروس رضا شاه دوم به ایشون و خانواده محترمشون و میهن‌پرستان خجسته باد. تبریک میگم. همونطور که شاهزاده برای ما گفتن، پیمان نوینی که برای ما گفتن، برای ما میهن‌پرستان پانزده دقیقه صحبت کنم ولی کلی دستوش میشه، حتی اقل میشه 50 ساعت ازش کلمه دارم کن. ولی این خائنین به ایران واقعا اصلا یک کلمه صحبت نمی کنن راجبش، هیچ ایرادی نداره. چون آقای احمدی وقتی که این شهرام شلوه نه دیگه راجب کسانی صحبت نکنی، فقط داریم راجب تولد صحبت میکنی. راجب تبریک بگید و اگه پرسش هم که مطرح کردیم پاسخی هست بفرمایید. فقط تشکر از شهرداری بخاطر پیمان نوینشون که گفتن. سپاس از شما، لطف و محبت کردید. بی نهایت سپاس گذارم، لطف کردید. خواهش. جاوید شاه. درود به شما، صحبت کنید صداتون. درود بیکران به احمدی عزیزم. درود بر شما. قربان شما. واقعا بهت افتخار میکنیم آقای احمدی، باعث افتخار ما هستی. بهت واقعا افتخار میکنم. میخواستم بگم که کورش آریایی تولدت مبارک، سال گرد تولد شاهزاده را رضا پهلوی به خانواده و به ملت ایران خجسته باد. بعد من یه سوال داشتم، میخواستم به این کانال یک بگم برنامه که در صحبت کنی صداتون باز خدا این عبر در و فلوم این صحبت هم جانعدی با من هستید؟ بله با شما. بفرمایید. بله بله خواهش میکنم. ببینید این زاروز رضا پهلوی رو من به ایشون تبریک میگم. ولی ببینید ملتی که پدر بزرگ ایشونو از ایران خارج کرد و پدرشونو خارج کرد
ببینید ایشون چقدر ایران دوسته و میهن پرست که هنوز اونجا وایساده. من با کمال پوزش اگر من جایشون بودم ول میکردم ملت ایرانه. برید آقا برید کارتون رو کنید. شما پدر بزرگ منو داغون کردید، پدرمو داغون کردید، خودتون رو داغون کردید. من بفهم ایشون خیلی تحمل دارن، ایشون ایران دوست و ایران پرست و ایران عاشق ایران هستن. همین رو خواستم بگم. خب به هر حال ببینید یه فاصله بین ما و پادشاه هست. پادشاه نمیتونه مثل من و شما فکر کنه. پادشاه همه رو به چشم فرزندانش میبینه و به نسبت به کشورش، نسبت به ملتش مسئوله. ایشون که مسائل شخصی نمیبینن و بارها هم فرمودن که من با کسی پدرکشتگی ندارم. حالا اگه کسی به من پدرکشتگی داده دیگه مسئله شماست. به هر حال علازاد گلمندم اگر باشن به دلیل مسائل تاریخی به هر حال مسئولیتی است که به گردن گرفتن و بس دارن وظیفه خودشون رو انجام میدن. طبیعی است که خب انسان از نظر انسانی خب گلمن میشه که یه ملتی بسیار ناسپاس بود نسبت به پدر بزرگ و پدر ایشون، ولی به هر حال علازه دارن وظیفه خودشون رو انجام میدن. به هر حال سپاس از شما. صحبت کنید صداتون پخش میشه. علی سلام آقای احمدی. درود بر شما. سلام آقای احمدی، من نسیر خدا دوست بقدم هستم. من تبریک میگم به شاهنشاه عزیزمون ولیعهد و به اولیا حضرت شهران فرح. قلب من، دل من، جیگر من ایشون تمام دنیا بدونن. ایشون مادر این سرزمین هستن و ما هممون کوچیکشون هستیم و ایشون عیسی ابن مریم هستن. برن در تمام کل کره زمین بگردن پیدا کنن. ایشون عیسی ابن مریم ما هستن. تولد اعلیحضرت هایی ولیعهدمون و پادشاه عزیزمون رو تبریک میگویم. میخوام براش شعر بخونم. شهنشاه مهربان توی، شهنشاه خوبان توی، گل روی شهبانویت از روی گل تازه تر بادا. شاه مهربان توی، شهنشاه خوبان توی. برای شهبانو فلا همان میخوام میسرق منم همان بخونم عزیزی دارم قلبی. شهبانو فرح گل دسته میون گلا نشسته، گلهای ما باز شد. شهبانو فرح شاه شد. قربونشون برم من. خیلی ممنون، سپاس از شما، لطف کردید. خیلی ممنونم، لطف کردید. من تصدقشون بشم، من دورشون بچرخم، دورشون بگردم، فداشون بشم. خدا بس قربون شما. میبوسمتون آقای وطنخواه، آقای رضا احمدی. از همه خانوما، از همه تون تشکر میکنم. عاشقانه همه تون رو دوست دارم. من نوکرتونم. زنده باشه، خیلی ممنون. من نوکرتونم. قربون شما. قربون تو برم من. درود به شما، صحبت کنید صداتون پخش میشه. درود به شما جناب سیاوش. به نام خدایان بزرگ ایران آریایی، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه یا مهر بزرگ. درود به همه میهن پرستان و عاشقان پهلوی و ایران آریایی. بادروس بجسته اعلیحضرت کیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم را به خاندان بزرگ ایران ساز پر افتخار پهلوی شادباش میگویم. جواب به سوال شما مهربان احمدی، من بر این باورم که کوتاهی در نکرده و ما اگر ذره کوچکی یک دانش آگاهی از بقایا داشته باشیم بیش از این نمیتونیم بخوای از ایشون. اگه هر کسی که کوچکترین آگاهی از بقایا تاریخی داشته باشه و کوچک و حتی ذره میهن پرستی در وجودش باشه و کمی قدرت درک و فهم باشه، نمیتونه از این فرزند شاهنشاه یا مهر بزرگ و نوه رضا شاه بزرگ هست بیش از این توقعی داشته باشه. و من در حد خودم با دانش شما در اختیار ما داشت و لیست ویدیوهای تا کنون در اختیار ما نبوده و تمام این ویدیوها و تلویزیون هایی که وزیر
رابطه داشتن و خودشونو به عنوان طرفدار ایشون معرفی کنن کوتاهی کرد در پخش و انتشارش و ما الان با وجود اینترنت و وجود این کلیپ ها داریم روز به روز بعد در کنیم این مرد بزرگ این نازنین چقدر برای ما و ایران همچون پدر و پدر بزرگش و همچون شهبانو مادر رحمت کسی نباید بیش از این توقع داشته باشیم و ما در سهم خودمون به عنوان این همپرست چه کار برای ایران کردیم. من یاد دادم در کودکی در روستایی که بودیم شهبانو نازنین با هلیکوپتر دو ملخه اومد دیدن ما دیدن تحت کودک ما و اومد تو کلاس ما. خوبیای اینا رو ما چطور میتونیم فراموش کنیم و از این بیش از این توقعی ازش داشته بودیم؟ نازنین احمد ما بیش از این چه توقعی میتونیم از شاهنشاهمون داشته باشیم که با وجود دست و پای بسته داره روز به هر ساعت و هر روز و هر ثانیهش فقط ایران هست و از خود گذشت و از خانواده‌اش گذشت. من زاده ایشون رو به همه شما و همه خانواده ایشون خاندان بزرگ پهلوی و همه میهن‌پرستان مجدداً شادباش میگم و امیدوارم که ما هم بتونیم یک صد هزارم زحمتی که این داره برای ایران میکنه رو ما هم بشیم. ما وظیفه خودمون رو در حق ایران و شاهنشاهمون ادا کنیم. درود به ایشون میفرستم. جاوید شاه پاینده ایشون. سپاس از شما. آفرین. باریکلا. آفرین. درود بر شما. کاملا صحیح. باریکلا. خیلی ممنون. خدا نگهدار. سپاس شما. خدا. درود به شما. صحبت کنیم. صداتون پخش میشه. درود بر شما. سربازان سنگر آریایی. خودم خودم سبت روز اعلیحضرت که دوشنه به زم پهلوی به زم دوستان شاهنشاه و خانواده ایران خود پهلوی و همه میهن پرستان سادباش بگم. جاوید شاه پاینده ایران زنداد لویس در حضرت قدوس رو بشون بگم. فقط انتظار داریم که ملت بدون نسل پنجاه هفتی رو ببخشن و خودشون خانادت و سلامت باشن. هیچ انتظار دیگری از ایشون نمیشه داشت که چون در وظایف پادشاهی خودشون هیچ گونه کوتاهی نکردن. بهترین کار رو برای نسلان و در این سران انجام میدن. جاوید سپاس از شما. لطف کردید. خیلی ممنون. درود به شما. صحبت کنید. صداتون پخش میشه. الو بفرمایید. صحبت کنید. الو خطم. بله بفرمایید. کجاست زابروز شاهنشاه؟ صحبت کنی صداتون پخش میشه. درود به شما. صحبت کنی صداتون. درود بر شما جناب آقای احمدی. درود بر شما. صحبت بفرمایید. صداتون پخش میشه. به تلویزیون گوش دادید. چه حالتون خوبه؟ سپاس از شما. بفرمایید. صداتون پخش میشه. بفرمایید. من احمدی خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و زاد روز تولد اعلی حضرت رضا شاه پهلوی خدمت ایشون و خانواده محترمشون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که یک روزی ایشون تشریف بیارن به ملت خودشون به ایران ما و بتونن که پادشاه ما هستن و ما ایشون رو نزدیک ببینیم و ایشون رو انتخاب کنیم برای پادشاهیمون. سپاس از شما. شما مردم ایران باید پادشاه رو به کشور برگردونید. ایشون خودشون نمیتونن بیان. شما مردم باید تو خیابونا بیاید و فریاد بزنید تا دنیا بدونی که شما ملت ایران پادشاهتون رو میخواید. بله جناب احمدی، اینقدر مشکلات مردم زیاده، اینقدر همه جور دوزی، همه جور بدبختی، هر روز خودکشی، همه چی هستش. ولی من نمیدونم چرا صدای مردم در نمیاد. چه
خب نه ببینید، اگر شما فقط بشینید بگین چرا صدای مردم در نمیاد، شما نفر اول باشید. شما وقتی نفر اول باشید مطمئن باشید نفر دومی هم هست. نگاه نکنید کی اول میاد تو خیابون، شما نفر اول باشید برای نجات کشور و نجات خودتون. جناب احمدی، من خودم یکی از این آدمایی هستم که از این حکومت، از این ناراضیم، هر جونم رو میدم، همه چیز میدم. آگاهی بدید به مردم، آگاهی بدید. کسانی که هنوز بی تفاوتن نسبت مسائل، اونایی که بی تفاوتن بهشون آگاهی بدید، مردم رو تهیج بکنه که تو خیابونا بیان و خودشون از این بدبختی، از این گرفتاری، از این بیچارگی نجات بدن. به هر حال خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. لطف کردید. ممنونم جناب احمدی، خیلی خوشحال شدم که با صحبت کردم و بعد از 10 سال من تونستم با شما صحبت کنم و در نتیجه جناب احمدی بفرمایید. من میخواستم که سلام من رو صحبت کنید، صداتون پخش میشه. آقای احمدی، درود بر شما. درود بر شما. از ایران تماس میگیرم خدمتتون. لطف میکنید. خوشحالم که بالاخره موفق شدم با شما صحبت کنم. باعث افتخار بنده است. آقای احمدی، شما انسان بسیار میهن‌پرستی هستید. از سخنان شما به نظر میرسه که عاشق ایران هستید. من همه ما عاشق ایرانیم. حرارت و احساس از کشورش حرف بزنه و صحبت بکنه. خودت از یه فرزند ارتش میان پرست دوره پهلوی هم غیر از این انتظار نمیره. اما این وسط یه سوال پیش میاد، اونم اینه که چطور همین آدمی که اینقدر میتونه عاشق میان خودش باشه که حاضر همه دنیا خراب بشه اما وجبی از خاک این کشور کم نشه و جالب همین آدم به محض اینکه گرگ ها دندون تیز میکنن و میان تا این کشور تیکه تیکه بکنن و تقریبا تمام کشورهای دنیا مخصوصا همین آلمانی که شما هستید میاد پشت سر عراق میسته و ازش حمایت میکنه، بهش سلاح شیمیایی میده، اونم رجز میخونه که یه هفتهی پدر ایران در میاره و تیکه تیکهش میکنه و همین آدم میهنتره از قالب تایی میکنه و مثل کنی صدا تو پخش بشه. من متوجه نشدم چی گفت حقیقتش. صحبت کنی صدا تو پخش بشه. بله با من هستی؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. درود بر شما و تمام عزیزان زحمتکش سنگر تلویزیونی ایران آریایی. درود بر شما. پشت بزرگ را به پیشگاه ملت بزرگ ایران شادباش میگویم. اگر مزدوران فرقه تبهکار جمهوری اسلامی آرامگاه کوروش بزرگ را محصور کردند اشکالی ندارد، چون تمام خاک ایران، تمام خاک ایران زمین سرای کوروش است. در هر نقطه ایران میتوان روز جهانی کوروش بزرگ را جشن گرفت. فرخنده زاد روز اختر تابناک ایران، ایران زمین، اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم، پهلوی سوم را به پیشگاه ایشان و خانواده گرامی ایشان صمیمانه شادباش میگویم. امید آزادی ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، سپاسگزارم. سپاس از شما، لطف کردید. جاوید شاه، درود به شما. صحبت کنید صداتون پخش بشه. الو آقای احمدی بفرمایید. صحبت بله بفرمایید. الو آقای احمدی بفرمایید، صداتون پخش میشه. الو آقای احمدی، درود بر شما. درود بر شما. خوشحال شدم روز رضاشاه دوم بر تمام ملت آریای ایران تبریک میگم. امیدوارم سال دیگه در ایران دور هم جشن بگیریم و این باعث شادی مباد ما. امیدواریم که شما مردم ایران هم بیاین تو خیابونا بگین جاوید شاه تا همه ما به این آرزو برسیم سال دیگه 9 آبان در کشورمون زادوس اعلیحضرت اونجا جشن بگیری. جانم صحبت کنی صداتون پخش میشه.
با من هستیم؟ با درود به شما آقا رضا، خسته نباشین، و درود به شما آقا سیاوش و مناز خانم عزیز و درود به همه کارکنان. من در ضمن عرض تبریک خدمت خاندان جلیل پهلوی، خصوصا شهبانو فرح عزیزمون. آقای احمدی، من بعد از تبریکم میخوام یکی دو سه دقیقه وقتتون رو بگیرم، یعنی با در واقع الان شما گفتین مردم رو آگاه کنید، یه دو سه دقیقه میخوام با ملت صحبت کنم، اگه شما اجازه بدین. خواهش من بفرمید، کوتاه بفرمید که مردم رو خط هستن دیگه چیز نشه، ولی بفرمید. عرض کنم که خدمت این صحبت با مردم عزیزم، مردم شریف ایران، مردم قهرمان ایران میخوام بکنم. ای مردم، ما الان میدونیم که رژیم با زور اسلحه داره حکومت میکنه، ما اینا خوب میدونیم. دوما ما آبان ماه سال پیش فهمیدیم که با دشمنمون طرفیم و باید با دشمن دشمنانه تا کنیم. سوم، ما الان ترسی در وجودمون هست، جلوی ما رو گرفته، هممون منتظریم جرقه‌ای بخوره بریزیم بیرون. من اینو خوب میدونم چون منم مثل شما هستم، قاطی شما هستم و اینو خوب احساس میکنم. ما نشستیم منتظریم جرقه‌ای بخوره. اجازه بدیم من 30 ثانیه فقط شما رو آگاه کنم و ارزیابی کنم که ترس ما بیهوده است. چرا؟ نگاه کنین، دو سه سال پیش مسئولین خودشون پرانتز لاشخورا اعلام کردن که 65% از مردم ایران زیر خط فقر هستن. خب این اتوماتیک معنیش اینه که 65% از مردم ایران مخالف اینو هستن. میونه 35%، از این 35% 20% خود مردم عادی هستن، معمولی هستن، که با سیلی صورت خودشون شغل میکنن، دوسته جار کار میکنن که به سر زن و بچه شون رو سیر کنن و به سختی زندگی میکنن. ما طرف حسابمون خود آخون نیست، آخون به تنهایی یه موجود لاشخور حرافه، هیچی نیست. ما طرف حسابمون اون 15% هستن که طرفدار اینو هستن و حامی اینو هستن و مزدور و حقوق بگیرن، از اون کوچلواری ها گرفته که مردم میزنن، چون نیروی ضد شورش، اون نیروی ضد شورش اصولا 80% هم، اینو که من دارم میگم اطلاع دقیق دارم میگم 80% نیروهای هستن که از یعنی لاشخورهای هستن که اراذل اوباشی هستن که از سوریه و یمن و این برون بر جمع کردن، به اینا حقوق میدن که مردم رو بکشن. ما اگر فقط زیاد باشیم کافیه. ما آبان ماه سال پیش نزدیک به پیروزی بودیم ولی فریبون دارن نشستیم. حالا میخوام جوابون آقایی رو بدم که هفته پیش دوشنبه پیش زنگ زدن به شما آقای احمدی و گفتن که من یک سوالی داشتم که از شاعر رضا پهلوی نتونستم بکنم، حالا شما خوب سوال چی بود؟ سوال این بود که مردمی که میرن زنجیر میزنن، قمه میزنن، آیا اینا بلند میشن؟ خواستم این آقا الان صدای منو میشنوه بگم آقای عزیز، اولا که سوالت خیلی مغرضانه بود و هست، من جوابتو الان میدم، جواب سوالتو با سوالم جواب میدم. آیا شما این یه لاشخور رو که میان حقوق میگیرن که تو سر خودشون بزنن قمه بزنن، حدود جمعا 1000 نفر هم میشن، توی تعداد کم رو میبینی ولی اون ملاک سوال خودت قرار میدی، ولی اون ملتی که آبان ماه سال پیش ریختن بیرون، 3000 نفر کشته دادن، 7000 نفر دستگیر شدن و این همه ملت ریختن بیرون گفتن جاوید شاه روحت شاد، اینا رو ندیدی؟ بشین سر جا بچه جان، دیگه از این شیطونی ها نکن. من برای آخرین بار، یعنی برای حرف آخرم، درود می‌فرستم به ملت قهرمان ایران. ما به زودی پیروزیم، فقط کافی نترسیم، ما بریزیم بیرون، فقط تعدادمون از اون 10 میلیون نفر در تهران به 1 میلیون نفر هم حتی باشیم، کار تمومه. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما جاوید شاه. درود به شما، صحبت کنی صداتون پخش میشه. علی با من هستید؟ بله بفرمایید. بله، با سلام خدمت آقای رضا احمدی. درود بر شما خانم. روز سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم رو به خاندان پهلوی، به خصوص مادر عزیز ما شهبانو، مادر ایران زمین، ملکه زیبای ایران و همسر عزیز و دوست داشتنی شاه یاسمن پهلوی تبریک میگم. به
خاطر روزهای هیجانی که سفری میکنیم، میکنیم که ما ایرانی ها در استرس زیادی رو به سر میبریم. به نظر من جای اونه که دست دعا و حاجت به طرف خدای بزرگ دراز کنیم، سلامتی ایران عزیز ما که در بستر بیماری و ناخوشی و تجاوز نامردان و لوصفتان وطن فروشان عواپوشان قرار گرفته از خدا بخواهیم. با تشکر از تمام پرسنل ایران آریایی، به خصوص از تشکر از سرباز خستگی ناپذیر و جاودان ایران رضا پهلوی. تشکر از آقای رضا احمدی. آقای رضا احمدی دوست داریم، انشاءالله پاینده باشی، سالم باشی برای ایران زمین. قربون شما، خیلی ممنون. بله، من سوالی خدمت شاه ندارم، چون ایشون تمام بدنشون، همه سلهای بدنشون همش پر از سوالات مردم، چه دوست چه دشمن، چه ایران پرست، پر هست. و ایشون مثل شما فکر میکنم که ایشون اصلا به طور خودکار کارهای خودشون رو، نه ایشان، تمام خاندان پهلوی یک کاراکتر خاصی دارن، به طور خودجوش هستن، خودکار هستن و میبینن و کار میکنن. حتی شاهنشاه آریامه تمام مسئولیت ها رو به دوش خودش انداخته بود، شب و روز کار میکرد. یادش شاد باشه، واقعا چقدر کارهای شبانه روزیشون خیلی زیاد بود و مردم میگفتن که چرا ایشون به ما هم مسئولیت نمیدن و همه کارها رو خود شاهنشاه میکنن، در حالی که شاهنشاه خیلی با شعور و با هوش بود، گفته بود آخه دوربر من هستن افرادی که مارن، اجدها هستن، من چجوری مسئولیت رو بینشان تقسیم کنم؟ آخرش هم همون مار صفتان، زال صفتان شاه رو حالت تعوا انداختن. ما تشکر میکنیم از رضا احمدی، پایدار و استادن و این مسئولیت بزرگ رو قبول کردن. دیگه میخوایم چی سوالی ازش داشته باشیم؟ شرمندگی ما، شرمنده هستیم، خجالت میکشیم. ما رو به در آریامر برخشه و از سر تقصیرات اون بگذاره، شاید بتونیم دوباره تو ایران نفس بکشیم. مرسی آقا رضا احمدی، واقعا سوال تو سوالای خوب از طرف شاهنشاه میخواد پخش بشه، از طرف شما پخش بشه، چون ما میدونیم شما یه موجود هستین که دروغ نمیگین، با کاراکتر هستین، شخصیت عجیبی هم در شما هست، حرفای شما رو باور میکنیم. انشالله که دعا میکنیم، همونطوری که گفتم دست حاجت به طرف خدا دراز میکنیم، خدایی که در جان و قلب و مغز ما هست، نه خدای اسلام عقب مونده. و از طرف شما حرفای خوبی به ما پیغام بیاریم و خوشحال میشیم. سلام مخصوص و سلامتی خاص برو بخاندان پهلوی ایران، ما همه ایرانی ها بفرستید. قربان شما، خدا حافظ شما. خیلی ممنون، لطف و محبت دارید، درست میشه همه چی. ناامید نباشید، ملتی که ناامید بشه اون وقت ضعیف میشه. ناامید نباشید، ایران نجات پیدا میکنه، پادشاهمون هم برمیگرده، شکی نکنید، مطمئن باشید. درود به شما، صحبت کنید، صدا تو پخش. الو، بفرمایید. صحبت با من هستید؟ بفرمایید. با درود فراوان به هموطن و برادر گرامی آقای رضا احمدی، من از سوئد مزاحمتون میشم. خواستم تولد پادشاه جهان ایرانی سیروس رضا شاه دوم پادشاه ایران زمین را به پیشگاه اولیا حضرت شهبانوی گرامی ایران، مادر پاک سرشت سرزمین کهن ایران، ملکه جهان ایرانی تبریک عرض کنم و همچنین به پیشگاه اعلی حضرت رضا شاه دوم
و خانواده محترم ایشان، همسر گرامی ایشان، پرنسس یاسمین و فرزندان ایشان و خواهر گرامی ایشان پرنسس فرهناز و تمام وطن پرستان ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که امسال مردم ایران، وطن پرستان ایران، بهترین هدیه‌ای که میتونن به خاندان پهلوی تقدیم بکنن آزادی سرزمین ایران هستش و امیدوارم که سال آینده ما بتونیم تولد ایشان رو با پیروزی آزادی کشورمون در خاک مقدس کشور خودمون جشن بگیریم. من با اعلی حضرت 7 ماه اختلاف سن دارم، دقیقا 7 ماه از ایشان بزرگتر هستم. آرزوی بجز آزادی ایشان از زیار قربت ندارم به همراه تمام وطن پرستان و می دارم که امکان وجود نداره که تمام وطن پرستان امشب به روی خط بیان و تولد ایشان رو تبریک بگن، ولی از من از طرف همه وطن پرستان این افتخار رو دارم که به ایشان تبریک بگم و امیدوارم که اهورامزدا ملت ایران رو همراهی کنن در این جنگی که ما با دنیا داریم و کشور خودمون رو بدونیم دوباره پس بگیریم. ما باید به دوران عظمت و شکوه جلال کوروش بزرگ برسیم و بوداباره جهان ایرانی رو برگردونیم، نه فقط کشور ایران رو، جهان ایرانی رو. بفرمایید برید مطالعه بکنید که ما چی بودیم و به کجا رسیدیم. با سپاس فراوان و تشکر فراوان به خاطر تمامات زحماتی که شما در این مدت کشیدید، به خصوص از برادر عزیزم آقای احمد رضا احمدی. موفق و پاینده باشید جاوید، پاینده ایران. جاوید شا نامید نشید، نامید نشید، درست میشه ایران. به شما صحبت کنید صداتون پخش میشه. الان سلام، من میخوام کمک کنم. گوشی خدمت شد. درود به شما، صحبت کنید صداتون پخش میشه. قانون هستیم؟ بله بله، صداتون پخش میشه. درود بر شما جناب رضا احمدی گرامی. درود بر شما، سپاس از زحمات شما مبارز خستگی ناپذیر. فرخنده‌وار روز پادشاه سیروز رضا شاه دوم پهلوی سوم را به ایشان و پیشگاه اولیا حضرت شهبانوی گرامی و میهن پرستان شاد باش میگم. درود بر خاندان ایرانساز پهلوی جاوید شاه و بدرود. سپاس از شما، لطف کردید. جاوید شاه، درود به شما، صحبت کنید صداتون پخش میشه. بفرمایید صحبت کنید. بله، درود با سپاس فراوان به رضای عزیز، رضا احمدی عزیزم، بعد به این رسانه جهانی و هموطنانی که واقعا زحمت میکشن. درود بر شما. آبان ماه زیباست، ماه برکت و شوکت، ماهی که میشه خوشبختی ها رو برای همیشه و همه ساله به شادی و پایکوبی و سعادت بگذرانیم. ماهی بود که ایرانی در بوج آج در قله های خوشبختی سیر می کرد. روز چهارم آبان، 7، 8 و 9 آبان یکی پس از دیگری فرخنده و خجسته است. چهارم آبان روزی است که خداوند از کمر رادمرد بزرگی چون رضا شاه بزرگ و در رحم بانوی با شخصیت و عفیفی چون ملکه مادر تاج الملوک، ابرمردی چون شاهنشاه آریامه و همچنین شاهزاده بانوی پرقدرت وطن پرستی رو
چون اشرف پهلوی پرورش دادند و متولد شدم. روز آبان، روز هفت آبان پر افتخارترین بنیانگذار شاهنشاهی ایران و دنیا کوروش کبیر، همچنین روز هشت آبان نیز شاه دخت شهناز پهلوی، و در این ماه مبارک و خوشیوم در روز نه آبان ولیعهد نور چشم و آرزوی 35 میلیون جمعیت ایران چشم به این دنیا گشودند که چشم و چراغ ملی ملت ایران رونق و روشن کردند. در این سال مردم ایران ارم از استانها، شهرها، قصبه، روستا، کوچه و خیابان تا مدت ها غرق شادی و رقص و پایکوبی برای این دردانه ایران زمین بود. اهم را مزدا همواره سلامت و نگاهبانش باشد. ایدوماد شاه زاده عزیزم، قوت قلبم، تولدت مبارک. گرگ ها بدانند گر پدر مرد، سنگ پدری هست هنوز. در گل عمر پدر پرپر شد، کوتاه صحبت کنید، و شاخه او عامل قنچه و شکوفاست هنوز. بازی باز می روید گل گندم، باز می جوشد دوباره چشمه های عشق، همچون جام شراب کهنه در رگ‌های پاک مردم. دوباره اینجا و همه جا پر میشه از نسترن و لاله، بوی گندم، نان تازه. ولی این بار آی بچه توده‌ای ها، جای بازی نیست، دوباره جای دغلباز و دزدی نیست. خفه بشید یک باره، وقتی پدر بیدار بود آنچه که بود از گل گندم تا هر چه که بود آل ما بود. آن روزها شکما سیر سیر بود، از سر سیری بخار معده ها بالا بود. خیلی ممنون رضای عزیز، آقا رضا احمدی عزیز، واقعا زنده باشه. خیلی ممنونم، بسیار بسیار زیبا، خیلی سپاس از شما، لطف و محبت کردید. درود به سپاس فراوان از شما آقای رضا احمدی. درود بر شما. میخواستم زادروز تولد رضا شاه دوم پهلوی سوم را به خاندان پهلوی و ملت ایران شاد باش بگم. امیدوارم ما ملت ایران لیاقت داشتن شاهی چون رضا شاه دوم پهلوی سوم را داشته باشیم و آن روز را در ایران ببینیم، چون در مورد پدر تاجدارشان نشون دادیم که لیاقت آن شاه مهربان و ایران ساز را متاسفانه نداشتیم. ولی در مورد سوالی که شما مطرح فرمودید، من دارم فکر میکنم که از رضا شاه دوم پهلوی سوم چه انتظاری و چه سوالی دارم، چیزی به نظرم نرسید آقای رضا احمدی. و فکر کردم به خودم، گفتم شما خودت در مورد ملت، در مورد مملکت، در مورد وطنت چه کارهایی انجام دادی، چه وظیفه رو به عهده گرفتی، میخوایی الان سوالی مطرح کنی در مورد اینکه چه انتظاری از رضا شاه دوم پهلوی سوم داری. نه، من فکر میکنم ما هر تک تک ما باید مسئولیت هایی رو قبول کنیم و اونا رو به اجرا در بیاریم تا وطنمون آزاد بشه. اگر چنانچه هر یک از ما هر کار کوچکی هم که میخواییم انجام بدیم اونا رو با دل و جان قبول کنیم و انجام بدیم، فکر کنم ایران ما آزاد خواهد شد. نباید فقط انتظار داشته باشیم که شاهزاده این مسئولیت رو تنهایی به عهده بگیرن. ایشان در مدت زمان 41 سال گذشته با محدودیت‌های بسیار زیادی که داشتن مسئولیت‌های خودشون رو به احسن، به وضع احسن انجام دادن.
آقای رضا احمدی، بار دیگه از شما من تشکر میکنم و میدونم که شما چقدر زحمت میکشید و همواره در حال اطلاع رسانی هستید. من به عنوان یک ایرانی از شما سپاسگزارم. ممنون شما، لطف دارید. خیلی ممنونم از این پاسخ بسیار بسیار به موقع و زیبایی که دادید. خیلی ممنونم ازتون، لطف کردید. درود به شما، صحبت کنید صداتون پخش میشه. الو، میتونم حرف بزنم؟ بله بفرمایید صحبت. ببینید سلام آقای من، من یک خبر خیلی خوب دارم. اول که به شاهنشاهمون تبریک میگم تولدشو. دومتون گفتیم که کارهایی که این پادشاه ها برای ما کردن. ببین من نادرشاه بودم، کچک بودم، پراخون داشتم، سرم هم شپش داشت، مدرسه هم رام نمیدادن، همیشه یکی کچک داشتم، یه فهم هم باید رو تبا بگیرم. میدونی که چیزی سر منو خوب کرد؟ الان این همه وقت های تلفن هم به خاطر که یه پودلی میرختن به سر من نمالیدن، قرمز رفت بود به نام مورکروج. من در آلمان زندگی میکنم، دار خانه ها خیلی پرسیدم، گفتن کسانی که میتونن با دکترهای داروساز در تماس هستن از کامپیوتر اینا، اسم این بود هست مورکروج، که شپش و رش رو از من میبره. از ملک یاسمین خواهش میکنم این کار رو بکنه. سپاس از شما، درود به شما، صحبت کنید صداتون پخش میشه. صداتون پخش میشه، صحبت کنید. درود به شما، صحبت کنید صداتون پخش میشه. درود بر جناب آقای احمدی. درود بر شما، درود بر شما. وقت تو خود جناب آقای احمدی. درود بر جناب آقای احمدی. بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید صداتون پخش میشه. درود بر شما. آقای احمدی، میخواستم این چیزی از خودم خدمتتون بگم. دیگه خسته شدیم از این مملکت، از این بدبختی. نمیدونیم، من خودم همه کاری دارم میکنم، خودم تنهایی همه کاری دارم میکنم، ولی خسته شدیم دیگه. ببین واقعا به اینجا مون رسیده دیگه، واقعا دیگه سخت زندگی کردن خیلی سخت شده. واقعا من دو اجتماع دارم میبینم چه مشکلاتی هست، چه چیزایی من میبینم. بعد خدمت دونست کنم که من از خودم شروع کردم، از خودم شروع کردم، حتی مشکلاتی هم برای من پیش اومد. بعد این خواستم بهتون بگم که چی؟ که مردم باید همه با هم یک صدا بشن، یک صدا بیان بیرون. نمیدونم دلیل این همه سکوت، دلیل این همه بی‌توجهی برای چیه؟ هیچ کی صداش در نمیاد، هیچ کی صداش در نمیاد. آیا احمدی برای چی؟ سوال ما هم هست واقعا، برای چی؟ من من یه مدت بود وزارت اطلاعات اومد من گرفت برای این که یه کارایی رو کردم. ولی الان من بعد 10 سال موفق شدم تماس بگیرم خدمتتون، با شما صحبت کردم، خیلی خوشحالم خیلی. بعد سلام منو به آقای آریان وطنخواه هستن برسونید. واقعا شما، واقعا شما یه سرباز پاک، یه سرباز از همه لحاظ به تمامان عالی هستید. کاش همه ما چند تا امثالی مثل شما توی ایران داشتیم که میتونستیم حداقل از طریق این کسایی که مثل شما باشن میتونستیم همه کاری بکنیم. ولی متاسفانه کسی نیست. الان آقای احمدی، ببخشید من زیاد صحبت کردم، الان تموم میکنم. ببینید الان دیگه چیزی شده، قدم به قدم نیروی انتظامی مأمور، قدم به قدم مأمور کسی نمیتونه صداش در بیاد. چه میدونم با آمادگی کامل با ایستادن سر هر چهارراهی هستن، یکی صداش در بیاد همون لحظه میکشنش. آقای احمدی
بله خب طبیعیه سرکوب میکنن، در این شکی نیست، ولی ما اگه بخوایم فقط بشینیم بگیم سرکوب میکنن بشینیم تو خونه، خب کاری از دست کاری پیش نمیره. ما مجبوریم برای یک بار و آخرین بار این سرکوب رو قبول بکنیم، بیایم تو خیابون. طبیعی است، کشته میدیم، زخمی میدیم، زندانی میدیم، ولی کار رو باید تموم بکنیم. این دندون کرم خورده رو باید بکنیم. اگه هی بخوایم بگیم سرکوب میکنم میترسیم، نه خب خب بعد به جایی نمیرسیم. شما صحبت کنید صداتون پخش میشه. الو صحبت کنید. بفرمایید. بله، به نام ایران، به نام ایران، به نام ایران، به نام عشو اندیشه و گفتار و کردار نیک را و داد را. فردوسی بزرگ ما میفرماید که مزدا از پدر برتر است، اگر زاده را مهر با مادر است. به روزگار پهلوی به دبستان دانش آبادان آبادانم رفتم و سواد و نوشتن و خواندن و همه این چیزهایی را که می گویم و می نویسم را فرا گرفتم. آینده ایران جاوید و جاویدان با پادشاهی سوم و چهارم پهلوی تا زنده بودنم را بوداد و ایران پیروز است. ایران پرستان و ایران پرستاران پیروزند. هر روز من را زایش پهلوی هاست و پیروزی اونها را. هیچ اشتاشی را ندارم مگر ستایش سپاسم را از اونها. ادب و نزاکت را از دودمان پاک و داد پروره ایران نویسازان پهلوی همان را یاد گرفتم. به روز داد دادگری به زودی رستگاری ایران و ایران باستان مان و ایران نبین مان را، نوزایی ایران و نوزایی ایرانی و داد را، ارتماتون را باید پیشتر از این حب این ان ایران مغزک ها و مغزکی ها را و ایرونی نمایون و تهرونی نمایون اشغالگر ایران باستان مان و ایران نبین مان را می دادیم و داد را پیش می کردیم. آینده ایران پیروز، پهلوی پیروز و روز داد دادگری من را که به زودی زود خواهد بود. سپاس از شما. درود به شما. صحبت کنید صداتون پخش میشه. بفرمایید. هستان مخصوصا آقای رضا احمدی گل، آرزو می‌کنم که همه شماها بدون هیچ بدون نتیجه گیری از این زحمات شبان روزی و خستگی ناپذیرتون نمونیم هیچ وقت. خجسته زادروز کوروش، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، شاه قانونی و پشتوانه و حامی سرزمین و گوهربار ایران زمین رو به ایران و ایرانیان، مخصوصا به شهبانو مادر تاجدار ایران زمین و ایران سرزمین کهن ببخشید شاد باش گفته سلامتی و پیروزی خاندان بزرگ پهلوی رو آرزو بندم. باشد تا طلوع صبح آزادی با برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید نشان با همت و عرق ملی و مهر وطن پرستی شاه نیکسرشتمون تا مملکت عزیزمون از دست متجاوزان و خائنین و اجنبیان آزاد شود و نیز سبب آرامش روح دو ابرمرد مرد تاریخ ایران کهن، ایران کهن رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه آریامهر، شاهنشاه مهربان و فداکار ایران بشود. به امید پیروزی ایران سرزمین اهورایی، ایران هرگز نخواهد مرد. یوسف گمگشته باز آید، به کنعان غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. جاوید کوروش، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، پاینده ایران. من بخواستم یک کلمه دیگه خدمت جناب آقای احمدی نازنین بگم که جواب این که مردم چیکار بکنن و چیکار نکنن و این همه کشته میدن، یک کلمه من از طرف جناب آقای رضا احمدی بدم که میگه در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است
که مجنون باشی. وقتی ایران پرست بودی، وقتی ایران دوست بودی، نه از تیر میترسی، نه از تفنگ میترسی، نه از حمله میترسی، نه از هایهوی این بزدلان عربی که ریختن تو مملکتمون به اسم حوثی ها و نمیدونم فلسطینی ها و سوریه ها ریختن تو مملکتمون، از اونام نمیترسی چون خودت راهشو پیدا میکنی. بله به این مردشو بتبره. درود به شما، صحبت کنید. سپاس از شما، لطف و محبت کردی سرکار بانوی گرامی. الو آقا احمدی سلام. درود بر شما. درود بر شما آقا احمدی، من عاشق شما هستم. خدا اون به من بدرود شما، بدرود شما، خدا پدر مادر تو بیامرزه. من یک کارمند بازنشستم، خدا شده من بستم نمیدم نخواهم رد. صفات رضا پهلوی، رضا پهلوی قربون دام آقای احمدی جان، شما رو خیلی 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 دوست دارم. سعی شما بشم الهی، خدا حافظ شما. قربون شما برم، زنده باشید، زنده باشید، انشاءالله که 120 سال عمر کنید و موفق باشید. قربون شما آقای رضا احمدی، خدا بیار مزه ندار پدر تو. هر کوتاه میگم کس که هر روز احمدی هر روز خرس بذاره دو سرت بگردم به ماهی. قربون خدا پر قربون شما، زنده باشی. ایران آریایی بفرمایید صحبت کنید. سلام از کردن، درود به شما. این قربون شما برد، درود بر همه، درود بر شما و خانوادتون، درود بر سرزمین ایران، درود بر همه دنیا که این سفر مریم دوست دارم. جهان فرامون بیزن مریمه. میتونم صحبت کنم؟ بفرمایی صحبت کنی کجا؟ الو سلام آقای احمدی. درود بر شما. سلام آقای احمدی، درود بر شما. آقای احمدی صدام پخش میشه. من خواستم یه پیغام به کره زمین بدم. به همه تون دارم اخطار میکنم، دارم اعلام میکنم، دارم اخطار میکنم که اولیا حضرت شهبانو فرای ما ایسابن مریم هست. در صورت تا 500 رشته کرونا میاد، همه کره زمین تمام نظامیاتون باید احترام کنین، التماس کنین تا ایسابن مریم شهبانو فرامون بیاد تشریف بیارن به ایران با اعلی حضرت همینی ولی عهدمون. و در این فقط به خاطر عیسی ابن مریم خورشید عالمتاب این کرونا وقتی ورود به ایران تشریف بیارن قطع میشه در کل کره زمین. نگین نگفتم ها، من نسرین خدا دوست مردمم، من خورشید رو دیدم، من دارم اعلام میکنم، من دارم التماستون میکنم به خودت رفت کنی. به خدا راست میگم، من خورشید رو دیدم، به خدا راست میگم، به خودتون رفت کنی وگرنه کرونا هم هر دفعه میره که اون درجهش بالا. این سفر مدن وقتی تشریف بیارن با علاحضات ما این ولی هست تشریف بیارن به خاندانشون، خدا با همه تون شفا میده در کل کره زمین و به همه ثابت بکنی که این سفر مدنه. اون موقع این سفر مدن بود. درود به شما و درود بر تمام ایرانیان زمین و ایران. درود بر آقای احمدی، تشکر میکنم از زحماتی که شما میکشین و تولد اعلیحضرت فیروز رضا شاه دوم پهلوی سوم رو تبریک میگم و به اعلیحضرت شاد باش میگم که این روز رو بتونن با خانواده‌شون قشنگ یه جشن خوبی رو بگیرن. و من با خانواده‌ام میخواستیم به اعلیحضرت بگیم که به هیچ عنوان در این دنیا ما یک موی اعلیحضرت رو به هیچ چیزی ما عوض نمی کنیم و ما او رو خیلی دوست داریم و آرزو دارم که ایشون هر چه زودتر به ایران برگردن و ما رو نجات بدن. ممنونم از شما که این وقت رو به من دادید. سپاس از شما، لطف کردید.
و احمدی، من خواستم بگم ما برای آزادی ایران باید بگیم به هر هزینه ای، به هر قیمتی، نه اینکه بگیم با کمترین هزینه. این هم یعنی چی؟ یعنی که ما وطنمون رو میخوام بفروشیم چون اون کمترین هزینه است. باید بگیم با هر قیمتی، باید با هر روشی، نه با روش نه با تایید، نه با هر روشی، نه 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 اجازه بفهمین، اجازه بفهم، با هر روشی نه، ولی با هر هزینه ای. من خودم هم گفتم به هر قیمتی شده باید ایرانو پس بدیم. خواست کشورش آزاد بکنه که باید هر قیمتی باشه بدیم، ندیکیم با کمتر هزینه. بله بله بله، اجازه بفرمایید یه لحظه، اجازه بفرمایید یه لحظه گوش کنی، یه لحظه گوش کنی. به هر قیمتی شده ما باید ایران رو باز پس بگیریم، اما نه به هر وسیله. به هر وسیله بعد میشه بیروت، به هر وسیله نه، ولی به هر قیمتی شده باید ایران رو پاس پاس بدیم. به هر وسیله قابل اجرا باشه. نخه نخه نخه، جنگ جهانی دوم موضوع جنگه، ما که نمیخوام هدف مهمه. نه اجازه بفرمایید یه لحظه بدونی باید به هدف و قرار داد. نه نه یه لحظه گوش کن، شما فقط این حرف خودتون رو میزنید. یه لحظه گوش کن همیان گرامی، دعوا که نداریم که، یه لحظه گوش کنی. ما به هر قیمتی باید کشورمون رو باز پس بگیریم، ولی نه به هر وسیله ای. به هر وسیله ای بعد میشه مثل جریان خمینی که بیان سینما رکس آبادان آتیش بزنن، ولی به هر قیمتی باید کشور، قیمت یعنی بعد جونمون بگذاریم. بله، ولی نه وسیله. ما سازمان تروریستی مجاهدین نیستیم که بخوایم بگیم وسیله هدف رو توجیه میکنه و بعد برعکسش بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه. نه، ما ایدئولوژی نداریم، میان پرسی ایدئولوژی نداره، ولی به هر قیمتی باید کشور رو واسپس بگیریم. اینو صحیح میفرمایید. درود به شما، صحبت کنید، صداتون بفرمایید. آقای احمدی؟ بله بفرمایید، صداتون پخش میشه. درود بر شما، بفرمایید. آقای احمدی؟ آقا به تلویزیون گوش نده، صحبت کن، صدات داره پخش میشه. آقای احمدی هم درود به شما. جناب احمدی درود بر شما. درود به شما جناب احمدی، درود به آقای آریان، درود به معنا خان، بانی مهناز، بانی سارا خانم. بله بانو سارا دیگه تشریف ندارن، آقای سیاوش تشریف دارن، بفرمایید. زادروز سیروز، زادروز علازه سیروز، زادروز دوم دوم قلبی سوم را به ملت ایران، به شما ملکه شرق ایران زمین و خاندان جلی سلطنت تبریک میگویم. من از شما هیچ، من از شاه ایران هیچ توقعی ندارم، بجز اینکه وقتی تشریف آوردن ایران، من قاسم سرنگ شیری خوش نشان را به دستش بدارم. من هر وقت صورت شما را مشاهده میکنم، مثل اینکه چهره اعلیحضرت شاهنشاه پهلوی شاهنشاه را میبینم. هیچ فرقی برای من نمیکنه چهره محمد آیامید او در نقش من بسرد. من هنوز باور ندارم که شاه ایران زمین فوت کرده. جاوید شاه. سپاس از شما، موفق باشید، قربون شما، لطف کردید. آقای مهندس وقت تمومه؟ نه چند تا خط هست، اجازه بدید اینا رو بگم. بله بله، گفتم هوا صحبت کنیم، صدا تو پخش میشه. صحبت با درود آقای احمدی، خسته نباشید، من مجدد مزاحم شدم. جزا رو باید از خودمون داشته باشیم، به این دلیل که اولا شاهزاده کارهایی که باید میکردن تا الان زحمت کشیدن و کردن، با وجود اینکه از طرف CIA، از طرف به اصطلاح مافیای آمریکا به زیر به اصطلاح چیز هستن، فشار هستن که فعالیت نداشته باشن، با این وجود اینا حرفشون به ما رسوندن، به ما گفتن ای ملت منتظر این نباشین کسی کمکتون کنه. خب این دقیقا با زبون بی زبونی حرفشون زدن و ما باید بفهمیم. این انتظار باید ما از خودمون داشته باشیم، هیچ انتظاری ما الان نمیتونیم از شاهزاده داشته باشیم. درست در ضمن این که ما الان مردم ایران فهمیدیم
اشخاصی مثل نوریزاد و زیبا کلام و ید اخیراً آخوندهایی که اومدن و به اصطلاح به نفع مردم صحبت کنن، اینا همه نمایشه. ما اصلا گول این حرفا رو نمیخوریم و به زودی بلند خواهیم شد. اینها مملکت ما رو به زور اسلحه گرفتن و نگه داشتن و ما هم کار خودشونو میکنیم و به زور مملکت رو پس میگیریم، نه به این قیمت که فقط ما کشته بشیم. الان شما گفتین که به هر قیمتی، یعنی به قیمت جون خودمون، جون اونا نه، ولی به قیمت جون اونا ما مملکتمون رو پس میگیریم. پاینده ایران، جاوید جان. جاوید جان درود به شما، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. درود به شما، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. درود به شما، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. من هستید؟ بله، بفرمایید. درود بر شما جناب رضا احمدی. من تبریک رضا شاه دوم به خاندان جلیل پهلوی و رضا شاه دوم و ولیعهد آینده ایران نور پهلوی تبریک میگم. آقای رضا احمدی، شما اول گفتید اگر سوالی از شاه ایران دارید بپرسید. سوال من این هست که آیا موقع آن نرسیده حالا که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته که من پشت سر مردم ایران هستم، پادشاه قانونی ایران با چند تا از اطرافیان ترامپ صحبت کنند و بگویند تمام مردم ایران دنبال پادشاهی پهلوی هستند، به خصوص که تمام فیلم هایی که از ایران میرسه همه خواستار برگشت رضا شاه دوم هستن. یک دنیا هم ممنون از وقتی که به من دادید. سپاس از شما، لطف کرد. درود به شما، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. بفرمایید، تلویزیونتون رو کم کنید، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. جناب مهندس، بفرمایید، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. جناب احمدی، سلام عرض میکنم. درود بر شما. درود به شما جناب احمدی جانم. من تنها کسی بودم از اول 80 سالمه عاشق شاهنشاه آریامهر بودم، جور و وجودم تار و پودم شاهنشاه آریامهر بوده. ارگانی کار می کردم که سال 57 درود به شما، صحبت کنید، صداتون پخش می شه. الو سلام آقای احمدی، حال شما؟ درود بر شما. من بر شما. ایرانی ارمنی هستم، میخواستم تولد سیروس رضا شاه پهلوی پادشاه ایران زمین تبریک عرض کنم و هم خجسته باد. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید ایران زمین. سپاس از شما جاوید شاه، لطف و محبت کردین سرکار بانو، خیلی ممنونم. درود به شما، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. درود آقای رضا احمدی. درود بر شما. الازان سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم را به اولیا حضرت شعبانو فرای پهلوی خانواده رضا شاه دوم و شاهدو فرناز گرامی شاد باش بگوییم. من میخواستم یه مطلب دیگه را هم اضافه کنم. ما باید مواظب به افراد مشکوکی که میگویند من پادشاه خودم پادشاه های دوم هستم، ولی من جمهوری خواه نیست میشناسم که خیلی میان پرست هستم، ولی ما میگوییم هیچ ایرانی جمهوری خواه نیست و هیچ جمهوری خواه ایرانی نیست. آقای احمدی، ما شما سپاسگزاریم که با دلیری شما مرد بیباکی خانی را رسوا میکنید. آنهایی که از صدای قدرت شما سرشان درد میکنند و سر به تلویزیون های ویگر دایلین ویگر مراجعه. امروز من این است که با شما آمد اون پسمانده های مسلمانان 1400 سال پیش را رسوا کنیم، نه با آرامی و آرامش. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، پاینده ایران. بدرو جاوید شاه، سپاس از شما. بله تموم به دیگه وقتمون جناب سیاوک. بله
خب من اولا سپاس از سرکار بانو مهناز گرامی، خسته نباشید بهشون میگم، امروز تشریف آوردن لطف کردن. سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی که با تمام مشکلاتی که امروز ما داشتیم و متاسفانه یکی دو تا از دستگاه‌هامون هم در البته در تلویزیون متاسفانه سوخت و حالا دیگه مکافات شد. به هر حال امیدوارم که عمیانان عزیز، بچه‌های خارج از کشور، میان پرستان، لطف و محبت بکنید و مقداری کمک‌ها رو بیشتر بکنید تا ما بتونیم دستگاهی که سوخته شده رو باید بریم تهیه بشه، کامپیوتر می‌خوایم و خیلی چیزای دیگه. به هر حال آقای مهندس سیاوش خیلی امروز زحمت کشیدن، خیلی خیلی زحمت، یعنی با وصل و پینه امروز این برنامه رو ایشون برای ما تدارک دیدن و واقعا اگر ایشون نبود امروز این برنامه اجرا نمی‌شد. شاید من به شما بگم تلویزیون تا دوشنبه که وسایل باید خریده بشه و سفارش داده بشه، اونم تو این دوران کرونا، یه 3-4 روز خلاصه گرفتاری زیادی بود، یعنی 3-4 روز در نهایت تلویزیون بسته میشه. به هر حال من صمیمانه تشکر میکنم از جناب مهندس سیاوش گرامی، خیلی زحمت کشید و آقای آریان وطنخواه با تمام مشکلات که هماهنگی کردند و به هر حال این ارتباط رو برقرار کردن. از همین شما خانم و آقایونی که از سراسر جهان زنگ زدید، تلفن زدید، اصحار لطف و محبت کردید، خیلی از همه تو ممنونم. شک نکنید که پیام های همه شما رو علیحضرت و اولیحضرت شنیدن و باعث دلگرمی هست. طبیعی است که این همه لشکر آمده، به عشق پادشاه آمده. من از همه تون سپاسگزارم، خیلی ممنونم که نسبت به تلویزیون، نسبت به عزیزانی که انجام وظیفه میکنن، نسبت به من سرباز حساب لطف محبت میکنی. خیلی ازتون ممنونم، امیدوارم من شخصا لایقش باشم و بتونم همچنان مهمان مناظرتون باشم. یکی دو دقیقه من یه مطلبی رو به شما بگم. دوستان در طول این چند روز گذشته برای من مدام پیام میفرستن آقای احمدی تو رو خدا نرید و نمیدونم شما خسته شدید. من نه خسته بودم، نه خسته هستم، نه خسته خواهم شد. من امکان نداره ببرم، امکان نداره خسته بشم. منتهای مراتب ما باید به یک مرحله برسیم که کار رو تموم بکنیم. اگه بخوایم همش بیم بشینیم حرف بزنیم، حرف بزنیم، سمینار، جلسه، حرف، حرف، کار به جای کشیده نمیشه و کشور ما به مرز نابودی کامل رسیده. به هر حال از روز دوشنبه مطالب زیادی هست که با شما عزیزان در میون خواهم گذاشت و یک تیتری هم من برای برنامه‌های روز دوشنبه در نظر گرفتم. شاید در چند جلسه طول بکشه، در چند قسمت، چندین قسمت، نمیدونم در چند قسمت، ولی تا موقعی که بدونم دیگه کافیه برای راجبش نباید گفتگو کرد و به این نام هست. این تیتر رو خودم امروز انتخاب کردم به نام از خدمت تا خیانت، که در چند قسمت من این رو با شما عزیزان در میون میذارم. امیدوارم که بتونم اون چیزی که در ذهنم هست، چون من چیزی رو نمی نویسم، اون چیزی که در ذهنم هست بتونم اون رو برای شما بازگو بکنم و یک برنامه دلچسبی رو، نه یک شوی رو، ما شومن نیستیم، میان پرست نمیتونه شومن باشه، بتونم یک برنامه دلچسبی رو که قابل توجه برای شما عزیزان به ویژه، چون من حرف اول و آخرم با شما نوجوانان و جوانان داخل کشور، در نهایت با بچه‌هایی که زیر 47 سال، زیر 50 سال که اینها موتور جامعه هستن. به هر حال بازم سپاسگزارم از جناب مهندس سیاوش گرامی، سرکار بانو مهناز، از همه شما خانم ها آقایون بی‌نهایت سپاسگزارم. یک بار دیگه از سوی ملت به گروگان گرفته شده ایران، از سوی همه عاشقان ایران و آریایی، از سوی همه ایرانیانی که در سراسر جهان آواره شدن، پیشگاه علیزاده سیروس رضاشاه دوم، پهلوی سوم و مادر گرامیشون، مادر ایران زمین علیزاده شهبانو فرح پهلوی، همسرشون علیزاده یاسمین پهلوی و فرزندان علیزاده و خواهر گرامی ایشون فرهناز پهلوی، باز فرهناز پهلوی شادباش میگم، خجستباد میگم. میدونم که دل علیحضرت شاد نیست. امروز در تلگرامشون یک پیامی رو در روز تولد گذاشتن که دل همه ما گرفت و خب این دیگه اوج میهن پرستی یک انسان رو نشون میده که در این روز این مرد با نگاه دیگری به مسائل ایران. امیدواریم که علیحضرت بتونیم، چون به بهانه های تولد شاهنشاه، تولد پادشاه کشورمون، تولد اولیحضرت شاد بودیم در ایران. اینها روزهایی بود که واقعا دیگه شادیمون رو تکمیل میکردیم. امیدواریم که بتونیم سال آینده در کشورمون دور میدان شهیاد یادگار آریامهر بزرگ با مراسم ویژه‌ای
زادروز شما رو جشن بگیریم و یک بار دیگه مردم ایران از ته دلشون بخندن، سر سفره همه ایرانی ها بازم نان باشه، پنیر باشه، سبزی باشه، نمیگیم کباب باشه ولی نان و پنیر و سبزی باشه و مردم ایران بازم رخت و لباس تنشون باشه، دیگه سر سطل آشغالا نرن، دیگه بچه هامون همه بتونن برن مدرسه، نگیم اول مهر امسالم چند میلیون نرفتن مدرسه و ارتجاع سرخ و سیاه به آرزوش برسی که هر روز به خیلی عظیم بیسوادان ایران اضافه بشه. بی نهایت از همتون سپاسگزارم و براتون آرزوی روز و شب خوشی رو دارم تا دوشنبه که آغاز میکنیم هفته نو رو در اروپا و امریکا و برنامه هایی که با شما عزیزان داریم. شاد و پیروز باشید. فراموش نکنید ما امیدمون رو از دست نباید بدیم، ناامید نشید، ما ایران رو پس میگیریم، شکی نکنید که پس میگیریم. اما یه مطلب بسیار کوچیکی رو در چند ثانیه هم به ایرانیان آمریکا بگم. من اگر در آمریکا بودم، چون حرفمو راحت میزنم، شک و تردیدی نکنید به کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه رأی میدادم. برام مهم نبود اسمش چیه، فقط به خاطر اینکه جلو دموکراتا بایستم و با یک رأی زهرمو به حزب کثیف، حزب چپ امریکا یعنی حزب دموکرات بدم. همشون دروغوان، خائنن، حتی به امریکا و امریکایی‌ها خیانت کردن. و امسال هم اگر من امریکایی می بودم و در امریکا زندگی می کردم و حق رأی داشتم، شک و تردیدی نکنید من به ترامپ رأی می دادم. دارم من میگم، قبل از این به بوش رأی می دادم، به پدرش رأی می دادم، به ریگان رأی می دادم، فقط به خاطر که تو دهن حزب دموکرات بزنم. اما امسال این رأی گیری ایرانیان شرافتمند داخل خاک امریکا، کار ندارم به چهار تا از این نایی که به خوش میگم هنرمندان شهره و هوشنگ شوهرش و همین واقعا تن لش های بسیار بی شخصیت و ضد ایرانی که یه مش عقده ان، حالا براتون میام اینا رو من میگم که اینا کیان. ولی ایرانیان شرافتمند، رأی خودتون رو بدید به ترامپ. حداقلش اینه که ترامپ جلوی گلوبالیست های جهان، جلوی چپ جهان، جلوی فراماسیونرهای جهان اومده، جلوی فاشیست و رازیسم ایستاده. به این شایعات گوش نکنید. این مرد دنبال جنگ نیست. از روزی هم که اومد دیدیم خاورمیانه رو ساکت کرد. بنابراین حداقل از نظر انسانی اگر به مسائل انسانی نگاه میکنید، برید و به ترامپ رأی بدید تا این مرد با اکثریت آرا بره تو کاخ سفید، بلکه با تغییر و تحولاتی که در سیاست‌های جهانی به وجود میاد بتوانیم کشورمون رو آزاد کنیم. خود دانید، من شما رو به وجدانتون میسپارم. شاد و پیروز باشید. پاینده باد ایران. جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم. تمام جهان گوش کنید، به جنگ تا به جنگیم. ما آریایی هستیم، هیچ کس رو نمیپرستیم جز پادشاهمون و ایران رو پس میگیریم. پاینده ایران. جاوید شاه. به مناسبت زادروز شاهنشاه آریامهر بزرگ، پدر ایران زمین، روحش شاد و یادش گرامی. خواهش میکنم به زودی زود پیکر پاک شاهنشاه آریامهر بزرگ را در مراسمی بسیار باشکوه به خاک پاک ایران باز خواهیم گردان. به زودی زود. بله بله، به زودی. امیدوار باشی. امیدوار باشی. بله. پاینده ایران جاوید شاه. پاینده ایران آریایی و تا ابد جاوید شاه. جاوید شاه یعنی پاینده ایران و جاوید ایران. بگی جاوید شاه. جاوید شاه. به مناسبت زادروز شاهنشاه آریامهر بزرگ، پدر ایران زمین، خدمت شما روحش شاد و یادش گرامی. روحش شاد. خیلی ممنون. زود پیکر پاک شاهنشاه آریامهر بزرگ را در مراسمی بسیار باشکوه به خاک پاک ایران باز خواهیم گردان. به زودی زود. ایشالله. پاینده ایران آریایی و تا ابد جاوید شاه. بگید جاوید شاه. جاوید شاه. سپاس از شما. سپاس از شما. سپاس از شما. بر شما. به مناسبت زادروز شاهنشاه آریامهر بزرگ، پدر ایران زمین. به به. بفرمایید. واهم به عشق. روحش شاد و یادش گرامی. بله بله، واقعا ایشون. به زودی زود پیکر پاک شاهنشاه آریامهر بزرگ را در مراسمی بسیار باشکوه به خاک پاک ایران باز خواهیم گردان. پاینده ایران آریایی جاوید شاه. جاوید شاه. تا ابد جاوید شاه. آفرین. درود به شرفتون. سلامت باشید. درود بر شما. این برای سالروز شاهنشاه آریامهر، خدای ایران، پدر ایران، جاوید شاه هم لطف کنید بگید. بفرمایید.
یه تولد شاهنشاه آریامه پدر ایران. یه جاویدشاه هم لطف کنید بگید. برای سالروز شاهنشاه آریامه پدر ایران تولدش لطف کنید بردارید. یه جاویدشاه هم بگید. جاویدشاه. خیلی ممنون، مرسی. درود بر شما. این برای سالروز شاهنشاه آریامه پدر ایران، خدای ایران. بسمت. یه جاویدشاه هم لطف کنید بگید. بفرمایید. به زودی انشاءالله پسرش برمیگرده. برای سالروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامه زادروزشه، لطف کنید برداری یه جاوید شاه هم لطف کنید بگید. بگید جاوید شاه. خیلی ممنون، مرسی. بر شما آریامه. به مناسبت زادروز شاهنشاه آریامهر بزرگ پدر ایران زمین. بله، ممنون از شما. ممنون از شما. یادش گرامی. به زودی زود پیکر پاک شاهنشاه آریامهر بزرگ را در مراسمی بسیار باشکوه به خاک پاک ایران بازخواهیم کرد. جدا؟ به زودی زود. به زودی زود. انشاءالله. پاینده ایران آریایی و تا ابد جاوید شاه. بگید جاوید شاه. جاوید شاه. سپاس از شما.